امید ترخیل بود، امید علاقل مجاهید بود، امید زورگویا بود. یک دفعه بیشتر امید دو نفر در این منطقه فکر کنم نقش داشتن. کل فساد در زیر پای امید ملا ترخیل علاقل بود. به خاطر چی بود؟ که گفتی اگه دقیق خوب میگفت یک سیر هستیم، من میگم سه سیر هستم. اینمی اتاق ما بود، اینجا دالیز بود، اینمی قسمت خانه ما بود. درست. اما فعلا 5 متر خانه ما در نقشه سرک رفته. اگر بریم داخل ببینیم از داخل اولی را به خاطر خوب شد که گفتی اگر در یک وقت خدا بیامرزه پدر ما را که ما خورد بدیم میگه بچه این باید سر مگه به شما سرک بیا اگه خانه ما گفتی اگر تا در نقشه برا در جمهوریت که بود از ماشالش گرفته از امی الف تا یاش دوز بود هر کس دغه مجیب خود بود اگر الف تا یاش اما اینمی الی گفتی اگر حکومت بود ولا که 30 سال دیگه سرک جور بشه برم یا بودن هم یا صاحب که تانگ تیل آمدن جور کردن احمدیار به نام احمدیار است که دولت زمین رادیو تلویزیون غصب کرده بود جمیل میگفتن که همینجا از این محل بود قلای چور وزیر بود قلای وزیر بود اونمو تمام روز ما تو ما یک جوچی که سرک ما بود همون را جور نتانست کرده شهرداری کابل امان گونه که وعده کرده بود چهره و نمای شهر کابل تغییر میته فعلا در حال تغییر کردن نما و چهره شهر کابل هستیم هموطن عزیز سلام و خسته نباشید امیدوار هستم که هر کجای که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشید و نانتان گرم و آبتان سرد باشه بازم مسعود جامعه هستم با یکی دیگر از گزارش های ساخت و ساز از منطقه بنای شهر کابل در خدمت شما جایی که من استاد هستم سرک که دست چپ ما از طرف ارزان قیمت و یا هم گمرک میره و این سمت هم طرف بنایی و چارایی عبدالحق و کار ساخت و ساز سرک و تخریب کاری فعلا در این منطقه به شدت جریان داره و تعداد خانه های مسکونی و چندین تن از تانک تیل های زورمندان که در این منطقه آباد کرده بودن تخریب شده آمدیم تا جزئیات بیشتر از این تخریب و تخریب کاری منطقه را ببینیم و با وطندارا و عزیزای ما صحبت های داشته باشیم و از ساخت و ساز سرک هایی که از سوی شهرداری کابل در هر گوشه و کنار شهر جریان دارند چقدر خوشحال هستند همراهی ما کنید تا آخرین دقایق برنامه و از نظریات و پیشنهادات وطندارای ما در خصوص ساخت و ساز که چی گفتنی هایی دارند ببینید و در این گزارش بشنوید عزیز ما هنوز هم در منطقه بنایی شهر کابل هستیم و سرک که از قسمت چهارای بنایی الا گمرک قرار است که جور شود و تخریب کاری شروع است مانده نباشید لالای سلام علیکم لالای من هستم شکر به دعای ساعتت خوب است شکر لالا شکر این حال بگو نامتا نام من ایمال هستم از قلعه زگیریاخان هستم باشنده می قلعه زگیریاخان هستم بودم از قلعه زگیریاخان شد اول سلام به هموطنان عزیزم که ما خانه ما 5 متر در سرک رفته خانه 5 متر در سرک رفته اینم بیا من خودم یه استاد هستم اما این جنرال می یه استاد است انجینیر گفتم گفتم یه سه به میاک واسه واسه تمام یک دونه خشت پختر ما پس ندارم یه خشت خام ما ندارم پس برای اتاق ما جور کنم حتی می دیوال عادی زین ما بابا تمام یک دونه گلیکار ما ندارم یه گلیکار بیارم که دیوال ما پس جور کنم مشکلات ما بسیار زیاد است از مشکلات این مرد که خانه ما ما خانه رش به ما هیچ فایده نداره به ما هیچ این خانه ما گفتی اون سرک ما نان نان میتا نا میتا نا چای میتا به ما یک شرکت جور کنه که وطنان ما بره کار کنه یوسم امروز میری در شهر کابل کراچی بونا رو جمع میکنه دیگر جمع میکنه مردم کلش به فغان است لول یک درد دل ما خونه است در شهر کابل برو کراچی بونا نه بیونه در کار نه کرد چی کارو بار میکنی خودت من خودم فعلا نه گفتی یک کراچی یک چهار تایره داشتم چند روز پیش کراچی مرا بردن فعلا بیکار هستم بینم چند سال بوده این خانه زندگی میکردی تقریبا دی نه 40 سال از عمر خودم شده 40 سال شد گفتی یک در این خانه هستیم توی خانه است پدر ما خدا بیامرزه یعنی یک 70 سال شد این خانه هستیم دیوار اوریتون تا کدام قسمت بود تا این قسمت بود یا پیشتر بود اینمی قسمت بود اینمی اتاق ما بود اینجا دالیز بود اینمی قسمت
خانه ما بود. درست. اما فعلا 5 متر خانه ما در نقشه سرک رفته. اگر بریم داخل ببینیم از داخل اولی را داخل هم میریم. هر جایی که تو بگوی اوسون هم گفته یکان تا دیوال اینیم دیوال گفته یکان تا بسیار قدیمی است. از پدر ما را خدا بیاموزه کرده جمعی آل اسلام ما گفته یکان تا اینمی الان من خشتای پختر از روی سرک جمع کرده رئیسم آورده رئیسم باش که پس من اگر دیوال کرده بتانم. این خانه پدری است دیگر که تو باز هم شکرگزار هستیم. باز هم در کل چند خانه بود؟ نو اتاق بود. نو اتاق یک نو اتاق مجور مونده. دیگه کل زیر رفته. چی گفتن برتان؟ ایسای منطقه ای اولیا قوالایشان شرعی است یا عرفی؟ از خودم شرعی است. از خودم از شرعی است. از 22 دمی بسته قلای ما ماشیم چند خانواده است. این به کل ما شرعی داریم. درست. فهمیدی این سرک هم چند روز پیش انجینیر ما را گفت خیر ببینه خدا خیرشون بده. یک انجینیر آمد ما را این خانه ما متر کرد دیگه کرد کل چیز ما را رسان. ما را گفت برو بیادر پیش کارایت بگرد. یک بیادر که ما فعلا در محکمه را امروز محکمه خواستش و صاحب مو اسنادای خانه ما. دیگه اسنادای خانه ما خواسته باش که توکل به خدا که چی میتیم و چی نمیتیم ما را. درست. اگر پیسه ما را خود بده خدا پیش از اینکه گفته اگر خرابی شه که خلان بده که ما مو پس هم دی چهار دیواری می کنم از دیگهش مرا تیر ای خوب حالا گفتی یکان تا چپا شد حالا خوب گفتی یکان تا خرابی شد حالا خوب باز هم گفتی یکان تا همه قدر نما جان شکم پیسی چهار دیواری رو جور کنم با زن و شکم ممیل در خانه نیست من من 3000 پت خودم بیکار 3000 پت ای وقت بسیار مشکل است کرامتی که خیلی مشکل است ای بیکاری بیروزگاری چند نفر بود در کل اعضای فامیلتون یک زندگی میکرد؟ اعضای فامیل ما 18 نفر بود هر کدام دیگه حالا پراگنده شدین هر کدام رفتین خانه هستین فکر کو که از ما اشتکای می نمیاد میدان شهر است اشتکای بیادرم در دارلمان دیگه مادرم ما گفت یکان تا 40 ستون است هر کدام ما بیر فعلا فراگنده هستیم یک جایی بود یک خانه بود که سرپناه بود به همه گی نمیجا جمع بودین کل بیادر بود مادر بود شکر خدا گفت کل ما جمع بودیم گفت یکان این میرم از اینجا شب روز این میجفتیدیم به خاطر چی که تا حساب این نقشه معلوم شه که ما پاس گفتیم اون یک شاره پرده زندگی مرا کنم خب بازم شکر خدا میگشی مزاران با شکر کی سرک برام بسیار خوب شد به خاطر خوب شد که گفتی اگه در یک وقت خدا بیامرز پدر ما را که ما خورد بده میگه بچه‌م بعد سر مگه به شما سرک بیا یک خانه ما گفتی اگه تا در نقشه برا اما اون روز دیشونه پریشه ما که شکایت کنه گفتم بچه این نقشه معلوم نیست که امروز میای یا صبح میای اما خدایی بود که گفتی در دوران جمهوریت کس نکرد دلسوز هیچ کدی که شکوتن دلسوزی نکرد اگر جمهوریت یاد کردی لالا ایمال چرا در جمهوریت نامدن نمیرا جور نکردن در جمهوریت که بود از ماشاءالله گرفته از می الف تا یاش دز بود هر کس دغه مجه به خود بود اگر الف تا یاش اما اینه میاله گفتین اگر حکومت بود ولا که 30 سال دیگه سرک جور میشد اگر 30 سال دیگه سرک جور نمیشد به خاطر جور نمیشد اگر کرزی بود اگر غنی بود اگر عبدالله بود اگر ماشال بود هر کدام جگه به جیب خود خورد در دبی خانه جور کردم خور غریب در کشور هیچ نکدم شرکت جور کرد که خور غریب کار بار کنه گفت من مل معاش نفر هستم در خانه مرا یک جای مرا 7000 بت میرم خود کار میکنم ما چی کنم دای بیکاری بیروزگاری از این نفرا خو یاد کردی لالای من دهی منطقه دهی موی دهی جایی که شما زندگی میکردین چندین تانگ تیل بود یک تانگ تیل مثلا در کنار تان بود احمدیار که تخریب شد یک دو تانگ تیل دیگه که از مربوطه یکی از وکیلای سابق بود خبر هنوز هم است دهی منطقه بیشتر کی زورگویی میکرد دهی منطقه خوالات زورگویی ما دهی منطقه نداشتیم ما نیم سرک کنیم پروژه میشه خب ایده ما خبر نداشتیم میره خب مخامای بالا خبر داشت به خاطر که ما کرایمان هستیم ما چی خبر میباشیم ما خصوص میریم گفتیم شام میخزیم من پیش کار بار خانه خود میگردیم اما ایده که گفتی یکان تا کی میکرد همین نفر زورمند میکرد همین تره خیل بود همین علا گل مجاهید بود اینمی زورگویا بود یک دفعه بیشتر همین دو نفر در این منطقه فکر کنم نقش داشتن کل فساد در زیر پای می ملا تره خیل علا گل بود به خاطر چی بود که گفتی یکان تا گوخ میگفت یک زیر سیم میگم من سه سیر هستم من چنین بارا در حالی که مشکل بین خودشان بود بیچاره مردم غریب اینجا بینشان پامال بود کلگی این میالت داشت ما بعد دو چشم گناهکار رو گفتی یکان در بین خود داشتن اما نمیمونده که چاره آینده ما اولاد ما از ما خو خلاص شد 40 سال شد می جنگ و جنجال و تیر شد اما آینده اولاد ما با 4 سبب با جور شوه ما می دید درد دل ما بسیار زیاد لالا حالا چی گفتن برتان شهرداری چی گفته برتان پیسه میتن جای بدیلش برتان میتن قوال شما رو گفتین که شرعی است قوالی ما شرعی است لالا خان ما گفتم بیشتر که اینجا بیادر مرا گفتن که به تو برو پشت اسنادای خانه بگرد بله. اما فعلا ما اینم یالا گفتین که پیسه در ما من ندونم کرای را تا شوروالی برم اگر وقتی که نباشه از جیب خالی ما کجا برم در شوروالی برم در محکمه برم در نایه برم هر سر که بدی پیسه کار داره اقلا هم دار بده جیبت باشه یک جای بری کرا بدی وقتی که نباشه مجبور است که نمیت قرای کده بشیندز بعد دست دل آن روشه خو یک مادر دیده قلای میده باسی نمیال گفتیم خو رفت در نقشه ایجا رفت در نقشه گفتیم اون چاره ایدی مزنگ رفت در نقشه اما من که کنه که دولت گفتی یک اونم پیسای مردم رو بده که قلان مردم چاره پردی زندگی خود کنه نمیتونه یک نفر گفتیم نمیال من در خانه تا کلان خانه هستم وقتی که من بیکار باشم گفتیم اولاد من نان تربیسه نیست مادر من نان تربیسه نیست بیادر من نان تربیسه خو من 7 نفر در خانه 9 نفر گفتیم که مادرم شما 9 نفر هستم و 9 نفر از چی بتام خو مجبور میشه آدم که گفتیم یا دوزی کنه یا گوریگی کنه یا قتل کنه یا چیز کنه که اولاد خو نمیتونه گوشنه بشینه که گفتیم که اولاد ما گوشنه
بشین یکم باباش نان پیدا کن خود پدر می باشیم جتابا دل آدم طاقت نداره مسئولیت داریم گفته یک اون نمیشه که ما گفته اون قرق دز زدی الله بشینیم اولادمو جا بغد یک من نان بیار و اما تجیب ما چیز نباشه وقتی که آدم بیکار بود هر کار دستش سر میزنه در کل چند خانه این منطقه تخریب شده دای خانه فعلا یک نیمه همسایه مو بود تقریبا 1, 2, 3, 4, 5 دای سایه 5 ولی تخریب شده می قلای زیگ بیشتر از دیگر دکان ها و مارکت ها و تانگ تیل و اینا هست بیشتر از تانگ تیل هست گفتیم یک سه تا تانگ تیل یک احمدیار بود یک یلاگل دو سه تا تانگ تیل بود گفتیم یک تا یعنی می کسایی بود که تانگ تیل هم اگه داشت کلی زورمنده بود آدم ها یادی مودی نبود در این منطقه مو تو که تانگ تیل جور کردن میتونیم و بنده خدا نان شب روز خدا پیدا کردن تو تانگ تیل میگی تا تانگ تیل از کجا شوه تو نان شب روز پیدا کردن تو دی تو گفتیم یک نخست پخته خرید نمیدی از چی گفتیم یک تانگ تیل جور کنی بسیار مشکلات از بیادرم خدا خداوند مشکلات حل کنه انشالله که اگر خانه و اینا تخریب میشه در پهلوش یک آبادی میشه به وطن ما خوشحال به این میشیم که یک آبادی میشه به وطن اما در پهلوش جگر ما خون به این میشه که متاسفانه شما خانه و سرپناه و جای و مکانتان ندست میتین اما اینکه به وطن جور میشه آبادی میشه دیگه خودم خوش هستم دهی بسیار خوش هستم به خاطر چی خوش هستم که گفتی یکان تا گفتم پیشتر که دهی چندین سال های سرک نامد چندین سال های 40 سال شد من گفتی یکان دمی یک قلعه زگیری خان هستم اما تا امروز نامد اما شکر گذار هستیم گفتی یکان دو تو گمت آمد گفتی یکان دو هر کار جور که درویست اگر زور مندار سابقا کس زور گفته نمیتونه آنچه که قانون میگه آنچه که شریعت میگه عملی میشه این کار است که گفتین نش شام ولوم نه اگر گفتین سر کلی که قانون تطبیق میشه اگر گفتین اون تا که رئیس جمهور باشه اگر گدا باشه سر کلی که قانون تطبیق میشه اگر همین قانون مثلا 20 سال یا 25 سال پیش که در جمهوریت تطبیق میشد ده 20 سال 25 سال کابل و افغانستان گل و گلزار میشد میشد و گفتم پیشتر برادر دیگرم گفتم که یک ای دلسوز می بود کشوری از لندن بالا میشد از جرمنی بالا میشد چرا باید وطن ما برد ایران بله اینم یار سه تا بیادر که من مسافر در ایران از چرا افتاده خود چیز که باید بیکن اون از ایران هم مال افغانا را ماجی نگرفته و لتکوب میکنن روانشان میکنن خب اگه کار باشه در کشور خود ما چرا مردم مسافر شون خب من خودم اولا گفتم یک لگر من داشته باشم شب در کشور صبح نمیکنم به خاطر بیکار بیروز کجی کنم دیجا عمو جا برو گفتین اگه لات خود یا کوب خودی گفتین تو عمو کار بار میکنی اما اولادت حرام میباشه وقتی که نارام باشه اولادت گشنان بخوای وقت مجبور میشی گفتم هر کارو میکنی خب من مجبور هستم گفتم یک اونتا اینم امروز اینو شیشتم ده میخونه گفتم نه زن از نه اولادم از کلش یعنی مرد میدان شما مرا ایش کردیم دو جا گفتیم بری چهار سبب و زندگی کن من خودم اینجا خرای کشیدم به خاطر چی به خاطر میخونه اونجا میشیدم بسیار در دل دل الله بخیر باش لالا ان شاء الله که مشکلات هم حل شوه ان شاء الله که شهرداری هم در قسمت خودت و هموطنای دیگه ما که خانه هایشون تخریب شده نقشه رفته توجه میکنن و آنچه که قانون میگه ان شاء الله برتون عملی شوه میشه ان شاء الله هیچ کس نیست که گفتم به حق کس کس خورده نمیدونه تو قانون است گفتین سر شاو گدا یکی است سر شاو گدا اگه حکومت میبود نمیدونم زمایی حکومت است گفته یکم تو سر شاو گدا تطبیق میکنه اگه تو گفتین شاستی سر ما گدا هستم سر تام تطبیق میگه سر مام تطبیق میکنه خو اینم بسیار جای افتخار است ما بسیار خوش شدم گفتی خود قصه زی منیست که خانه و جای ما رفته گفتین خدا مهربان است میشه کسی که بالا بت خدا مهربان است کسی که پایین بکنه ما را اما بازم شکرگزار هستیم از آنان با شکر که واقعا در کشور دل سوزا آخر نه آخر دل سوزی میکنن اگر چهار سبب دیگه گفته یکون تا کشور اگر امروز من جگر خون هستم چهار سبب شاید اولادم آرام شوه اولادم گفته یکون تا آرام شوه به ما قصر است بله بله یک مشکلات خیره جور میشم ان شاء الله هر کار زنده باشی بیا در زنده و سلامت باشی خدا بخیر باشی خب دوستا لالای مل بود یکی از هموطنای ما که خانه شان در نقشه سرک رفته که خیلی در دل کردن و گفتن و از مشکلات اینایشان که متاسفانه قبلا یا در حکومت قبلی هم اینجا کسی توجه نکرده بود تا این سرک آباد شود مانده نباشد الله سلام علیکم ساعتت خوب است؟ بخیر و سلامت باشید زنده و سلامت جور است خودتم در این منطقه زندگی میکنی باشنده این محل است بیان خیلی پایان کالم از این سر خشتا پایان نفتم چی حال داری؟ جور است بخیر است فضل لالای مل از مشکلات خود گفت متاسفانه خانش در نقشه رفته و فعلا جگرکش خون است والله این چیزی که بودی برای وطن باشه دیگه از خودمون میرفت ما در زور در حساب دولت و در حساب قانون ما چیز گفته نمیتونستیم بله. کار دولت است این 40 سال پیش این نقشه بود دیگه که امروز تدابیرش گرفتن مجبور که آبادی شوه ما خوش میشیم بله 40 سال پیش گفتین این نقشه بود الالا چطور که 40 سال در نقشه هم بوده اما باز هم اینجا آبادی شده و خانه جور شده مثلا این خانه که در پهلوی لالای مل است باقی مانده والای رخو نقشه را چی رقم تغییر داد و نگنه باید سیوم می رفت نرفت دیگه متاسفانه که نمی قدر تا اینمی جا پیاده روی می دو سرکی جا جور می شه تا اینمی قسمت پیاده روی از این می دیگه
چیزی که کار دولت است. لالای مل پیشتر گفت که در این منطقه یک تعداد زورمندا بود که قبلا نمیمان نمی سرک و آبادی وینا شد. نه ای گپا نیست، زورمندا هیچ کس نبود، زورمند مورمند نبود، دم دولت زورمند هیچ کدام چیزی نبود، من تا اینال تطبیقش کردن. زورمند اون تا نمیت کار دولت دیدی که کدام زورمند است چه بالایش نه. نه حکومت قبلی را گفتن که یکی دو نفر و از وکیلا بود اینا بود که بنابرم و رقابت های شخصی که بین خودشان بود متاسفانه مردم نه نه او گپا نبود، زورمند مورمند این کار نداشت، خاطمن در جمهوریتی را پلان نداشتن که چیز کنن سرک جور کنن، این حال تطبیقش کردن، هیچ زورمند های جهیچ هیچ کس زورمند نبود. چقدر خوشحال هستین؟ شما که باشده این منطقه هستین؟ جور میشه، منطقه جور میشه، به اینمی خاطر خوش هستیم، آبادی میشه دقیقا. اما از در پهلویش یک تعداد مثل ایمل جان که خانه هایشان عدس دادن و تخریب شدن جگر ما خون میشه که انشالله در قسمت هم شهرداری و حکومت هم امارت هم توجه داره. در نیاز گرفتن که بیاد این کار کردن، اگر در چیز نمیگرفتن این کار نمیکردن. بله. این حال در پالی از این پیسه میتاد دیگه جای جورش میکنه. بله. قدر زمینش کرفته. بله. میشه که این حال قسمت باقی مانده را یکان مارکت جور بکنه که پیسه گریش بیاد. دوکان ها بهترین دوکان میتوارش. لب سرک میشه این تو اینجا. و در پهلویش سرک هم یکی از سرک های یا شاره هایی است که کابل به جلال آباد و بالاخره ولایت های شرقی وصل میکنه. بله اینه میگه پس دیگه در این ایمل جان جگرخون نباشه، خوش باشه. چند خانه بود؟ لالای مل خود گفت پنج خانه و بیشتر دوکان ها و تانگ تیل و اینا بوده جا تخریب شده. ولی این تانگ تیل بود از احمدیار بود، یک ذره زورمند بود. با در حساب حوزک آمدن چیز گفتن نتانستن. دیگه این خانه هست بیاز امو مردم هایی که خریده بود تیره 20 سال پیش 25 سال پیش گفت که بیاز رجی خانه نندازین کی در نقشه هست. بله. کسی با گفت دولت نکرد. وقتی که نکرد آبادی کردن خودشان رو نمو کار کردن ببینن. بله ها هیچ کدام دولت در این کدام قصر نیست. بخیر سلامت باش ماما جان قربانت بخیر باشی. خوب هم وطن عزیز بیننده عزیز قسم که وطنداران میگن و همگی میدانن نقشه ای که فعلا در شهر کابل در نقاط مختلف شهر کابل از سوی شهرداری عملی میشه نقشه ای است که از زمان داوود خان بوده و حالا امارت اسلامی شهرداری کابل و شخص شهردار کابل عبدالرشید بلوچ نقشه را عملی کرده و در هر گوشه و کنار شهر کابل پروژه های ساخت و ساز جریان داره و همان شعاری که گفتن ما چهره و نمای شهر کابل تغییر میدیم. همراهی ما کنید. دوستان عزیز جایی که ما استاد هستیم اینجا هم یکی از تانک های تیل بوده که مربوط سلسله گروپ های احمدیار می شده که متاسفانه فعلا در مخروبه تبدیل شده و کاملا تخریب شده. در پهلوی از اینکه تانک تیل تخریب شده یک تانک تیل دیگه هم که در قسمت چاروی قسمی که در انانس برنامه گفته مربوط یکی از بزرگای قبلی بود از وکیل صاحبای حکومت قبلی بود که هم در نقشه است قرار است او هم تخریب شد و قسمتش که تخریب شده و قسمت دیگه هم تخریب میشه و این سمت تا قسمت بالا قسمت که شما میبینین کار جریان داره و تخریب کاری است و لالای ما میجا جنراتور آوردن نمیفهم که یا ایره اجاره گرفتن که چه رقم است مونده نباش لالا جان جور است یک دی طرف در بده که در کمره سعی بیم چیال داری؟ شکر بخیر بیم شکر زنده باشی اجاره خریدین، سیخ گولش خریدین، خشت خریدین چرا کم؟ اجاره گرفته. اجاره گرفته. اینجا تانگ تیل بود که مربوط احمد یار میشه. آجان مکمل تخریب شد. مکمل تخریب شد. در پالیوزی که تانگ تیل احمد یار تخریب شده. چند تانگ تیل دیگه است و چند خانه است و چند دکان است؟ زیاد دیگه از این سر تا اون سر یک هفت دونه نه. تانگ تیل. ها خانه هم زیاد از این سمت کلش خانه بود. یک تانگ تیل که در قسمت چارایی است مربوط به ملا ترخیل میشه. او هم در نقشه است. آم در نقشه. و هم تخریب میشه. نه جانا. چرا این سرک قبلا جور نمیشد؟ مچ. میشه انجینر. شما هم اینجا زندگی میکنین یا نه جای دیگه؟ نمیجا. خانه کجا؟ یکتو. یکتو. یکتو تو هم سرکش کار جریان داره؟
کجا رسیده بخیر؟ خود بخیر شروع شد. کار کردیدی؟ چند اجاره گرفته بودین اینجا؟ 8000. 8000. تنها سیخشه؟ تنها سیخشه. کاملا تخریب شده و فعلا دیگه چیز نمونده، فقط سیخاشه. در یه هوای گرم کار میکنه. خب اینا خریدن. چند خریدن اینا؟ خدا ما را آورده. خب شما آوردین کارگر که سیخا را از کانکریت جدا بکنه. کارگر آورده ما را. بخیر باش لالایم، سلامت باشی، قربانت. خب دوستا، کار تخریب کاری هنوز هم جریان داره و اسکاواتورها چندین اراده است و در سمت پایین و این سمت کار میکنن و این منطقه باید تخریب شود تا سرک که هست، سرک که از طرف ارزان قیمت به طرف چاروی عبدالحق می آید باید کلانتر شود. مشکلات امتانه ما در مسیر رفت آمد زیاد بود، مشکلاتشان زیادتر بود و به عرضگاه به رابندی و اینا بند می ماندن. بالاخره شهرداری کابل همون طوری که وعده کرده بود که نما و چهره شهر کابل اما تغییر می دهیم، کار خیلی به شدت جریان داره و هرچی زودتر باید تکمیل شود و سرک به بهره برداری سپرده شود. و تندارای دیگه هم در قسمت ها هست، راشون صحبت میکنیم و انشالله که انجینر صاحبایی که مصروف کار هستن و پلان و نقشه در دسترسشان هست همراه از اونام، انشالله که در لابلای برنامه گپ و گفت می داشته باشیم. و لالای ما دیمی هوای گرم کانکریت هم میده داره و میخواد که سیخا را بکشه. مانده نباشی لالا، جور هستی؟ سطحت خوب هست؟ سیخا را از کانکریت جدا میکنی؟ چی حال داری؟ شکر. خوب گرمی هم هست هنه؟ کار تکو. میریم پیش با عزیزای دیگه که وطن داره دیگه ما را پیدا بتونیم صحبت بکنیم. کار جریان داره، شهرداری کابل هم تلاش داره که پروژه هایی که امسال روی دسته است در هر گوشه و کنار باید که تنظیم شود و آماده شود. سلام علیکم، مانده نشد الله. خوب هستی بیادر فایدتی جان، بخیر هستی. این طرف اگر بیایی که دم کمره بیاییم. خوب هستی؟ شکر فرلا خدا، صد تا خوب هست، فایدتی هست. تخریب کاری است و تانگ تیل و خانه و دکان ها در این منطقه تخریب شده. کلش رفت خوب است، وطن آبادی میشه، رابندی زیاد بود، سرک کلان میشه، بلکه به مردم بسیار خساره رسید. دکان های مردم چپه شد، خانه هایشان چپه شد. خب بازم کار خوب میشه که سرک جور میشه، آبادی زیاد میشه در وطن. یه بس خلاص دیگه نمیخوام. چند خانه و چند دکان در این مسیر تخریب شده؟ دیگه بسیار بود، البته از چارهای بنایی گرفته تا می گمرک که ما به زیاد بلدیت داریم، از 100 دکان 200 دکان بالاتر بود، خانه هم همه بتا بسیار زیاد بوده، بسیار مرد. یک تانگ تیل کمی جا بوده از احمد یار که کاملا تخریب شده بود، یک مکمل تخریب شد، این چون وقت تخریب شده بود، یک ماه می شد تخریب شده که حالا من زمین خالیش ما نبودیرام زدن تخریب شده. هم آماده شده برای سرک. سرک انشالله که خانه و دکان از شما که در این نقشه نرفته. نه خانه ما پشت سر از دور است، از ما نرفته شکر خدا. چون از ما خوشحال هستی که سرک جور میشه دیگه، از ما رفته. از ما رفته، خانه ما رفته دیگه. آج تو خوش نیستیم که در روی خانه ما سرک پخته میشه، سرک کلان میشه. سرک فعلا هم است. بله سرک رفت آمد از دو دست. اما این سرک گنجایش نداره. چی مشکلاتی بوده این منطقه؟ از نبود سرک که سرک خورد بود، رابندان میشد، رفت آمد وطنداران ما که در این مسیر بود خیلی با مشکلات بوده. چون سرک خورد بود، یک سرک شاراز کابل جلال آباد است، ازدحام زیاد بود، خصوصا دیگرکی که روزای رسمیات میشد از 3:30-4 بجه بود سرک رابندی میشد تا آزانای شام. دیگه یک خوبی از این سرک نمی است که می رابندی گم میشه. انشاءالله که مشکلات حل شود. کل گپ نمی است. این مشکلات مردم انشاءالله حکومت اسلامی است، امارات است، حلش میکنه انشاءالله به خوبی. در جمهوریت هم میگه گاهی کسی آمده بود سروی کرده بودن که باید سرک کلان شود و مشکلات حل شود یا نه؟ چون بیادر از من 22 سال منم از که یک 10 سال از اینکه یادم من میگفتن سرک میایه نمون دوره جمهوریت. اما بالاخره امارات اینا موفق شد جورش میکنه بخیر انشاءالله. در جمهوریت چرا نمی آمد؟ در جمهوریت میگفتن که میاید سروه میکردن میدید انجینر ها میامد کمره یکای خدا میمان دیگه نمیفهمی میشه. در منطقه در جای شهر کابل در جمهوریت یک زرگو یک قلدر بود، بعض پروژه ها را مانع میشدن، نمیماندن که پروژه ها جور شود و بنابر دلیل که منافع شخصی خودشان بود
در این منطقه بیشتر که نقش داشت و نمیمان کمی سرک و یکان تجهیزات و منفعه به مردم اینا جور شود. خوش شکر خدا در این منطقه وقدر زورگوی نبود. کسی جا زور نمیگفت. مردم عادی بود، غریب بود کلش. دیگه اینجا قدر زور بازی نبود دیگه. یک تانگ تره که در این قسمت است مربوط ملا صاحب ترخیل میشه. او هم در نقشه است. اونو دیگه فعلا نمیفهمیم. چون او دو دست سرک است. خوش شاید امکان داره که وام بره. اگر زود سرک جور شد سرک وام میره. وام میره. بله. حتما دیگه بعض بزرگای بوده که جمانه میشده که سرک باید جور نشه. خود اگه او دیگه دست خودشان بود دیگه پشت پرده که چی بود او به خدا یک معلوم بود دیگه ما خبر ندارم. چقدر خوشحال میشین من هست یک جوان، من هست یک کسی که در این منطقه زندگی میکنین، براتون سهولت میه، سرک جور میشه، تجهیزات اول منفع، نام خدا در این اواخر از طرف شهرداری کابل جور شده روان است و به مورد استفاده قرار میگیره. خوشحالی زیاد است، خوشحالی زیاد است. هر چقدر که وطن ما و شما آباد شده بره، اما که چون تنها من کل مردم افغانستان خوش میشه که آبادی میده این وطن، خارج از ای که یک زرام ربندی نداره. چون سرکایش کلان است، سرعت موتراش معلوم دار است. دیگه ایجا انشاءالله کم از خارج نمیشه، جور میشه بخیر. انشاءالله بخیر، سلامت باش دولم، قربانت، بخیر باشی. خب ایزای دل، شما چند تصاویر از جریان تخریبکاری منطقه بیننده باشه. در کنار خود دو تن از باشنده های محله داریم و در خصوص سرک ببینیم که نظر و انتقادشان چی است و چقدر خوشحال هستند که در این منطقه یک سرک معیاری با استانداردهای جهانی ساخت و ساز میشه. آیشه با سلام علیکم، چاشتون بخیر. خوب هستی جان شما جاست، چیال چیال خیرت هست که انشاءالله. بخیر سلامت باشین. لالم شما خوب هستین انشاءالله. شکر فرض خدا قربان شما. بخیر سلامت باشین. آجی صاحب کار ساخت و ساز و تخریب کاری فعلا جریان داره، اما انشاءالله که در آینده نزدیک یک سرک معیاری جور میشه. باشنده محل هستین، چقدر خوشحال هستین؟ والا بسیار خوب است کار از این سرک، بهترین یک دستاورد از بر مردم افغانستان و این کشور به نمطور یک کار ضرورت داره. باید یک وطن ما صاحباش و خوبی خوشی خوش هستیم که بسیار خوب است، خوب کار میکنن. اینو تمام روز میبینیم که نیجا کل یک دزبکار است کار میکنن. بسیار خوش هستیم که از دولت خودم از این مردم که اینجا کار میکنن، زحمت میکنن، در یه هوای گرم، در یه هوای چی کل مردم زحمت کش ها کلگی کار میکنن. آی صاحب، این سرک هست که شاهرای هست که کابل به ولایت های شرقی وصل میکنن. گاه اینجا خیلی رابندی هم میشد که ساعت ها هموطان ما هوای گرم و سرد منتظر میموندن. بله ها میفهمیم، کلگی میفهمه که این یک سرک بین المللی است. یعنی باید یک سرک باشه که یک نمونه باشه برای مردم افغانستان. چرا تمام خارجی ها میان، داخلی ها میان، میرن تیر میشن، حداقل یک سرک داشته باشیم که نتوانه که اینجا کدام مشکلی بر مردم یا برای میمون هایی که میایند در این وطن یک پرابلم پیدا شده و از ساخت و سازی سرک چقدر خوشحال هستین؟ بسیار خوش هستیم، بسیار زیاد خوش هستیم، از این دولت خودم خوش هستیم که این پلان تقریبا یکان 50 سال یا 40 سال پیش بوده، اما حالا که او پلان امروز تطبیق میشه ما بسیار خوش هستیم. آقای صاحب گفتین که پلان از 50 یا 40 سال قبل بوده. ده 40 سال یا 50 سال خیلی حکومت های آمده و رفته و تبدیل و تغییر شده. چرا این حکومت ها توجه نمیکرد به مشکلات مردم؟ حکومت های دیگه قبلا کلگی به منافع شخصی خود کار میکردن، به منافع دولت، به منافع مردم، به مردم هیچ وقت کار نکردن و هر کسی که اینجا اومده فقط خود بند نظر گرفته، اما مردم ملت خود هیچ بند نظر نگرفته. این وطن وطن مشترک است، هر کس باید در این خدمت کنه. در این وطن یک سنگ بالای سنگ دیگه که میگذارن باید به نفع دولت و به نفع مردم افغانستان باشه. خصوصا در جمهوریت با آنکه خیلی امکانات بود، با آنکه خیلی پول و پیسه بود، اما توجه نبود. خب میفهمیم کل ما شما امروز از طفل گرفته تا
و تمام مردم افغانستان که هر کس به منافع شخصی خود کار میکرد، فقط به خاطر پول، به خاطر اینکه من خودم زنده بونم، خودم یک سرنوشت زندگی خود عیار کنه، برم ملت هیچ بنده نظر توجهی نداشت. در هر منطقه شهر کابل یکی دو تا زورگویا بود، بلی از اراکین، از وکیل صاحبا و اینا، همین منطقه ما را که همین ساحی را که از دولتی را گرفتن به نفع منافع شخصی خود، اینجا تانگ تیل جور کردن. هیچ وقت برم کیا بودن همی هایی شب که تانگ تیل آمدن جور کردن؟ احمدیار، به نام احمدیار است که دولت زمین رادیو تلویزیون غصب کرده بود، اون آمد به اینجا گرفت که بر منافع شخصی خود کار کردن، بر منافع مردم هیچ ملت خود هیچ کار را نکردن. بیشتر یه هموطن ما گفتن که دو تن از وکیل صاحبای دیگه هم که در این منطقه بیشتر نفوذ داشتن، اونا زورگویی میکردن، نمیخواستن که سرک به نام جمیل میگفتن که همینجا از این محل بود، قلای چور وزیر بود، قلای وزیر بود، اونمو تمام روز حتی ما یک جوچی که سرک ما بود همون را جور نتانست کرده. اینا بیشتر نام ملا ترخیر و علاقل مجاهد هم میگرفت. اونا خوب اوست هسته، اون سایششان دور بودن. همین منطقه قلعه ذکریاخانه که به نام قلعه ذکریاخان هسته که هیچ توجهی برازی نکردن. من هست یک کسی که عمرتان را در وطن گذاشتاندین و ریش سفید کردین، از پروژه های که شهرداری به مانت بخاطر تغییر و زیبار ساختن شهر کابل روی دست داره، چقدر خوشحال هستیم؟ بسیار خوش هستیم، چرا این پلان 60 ساله را امروز تطبیق میکنه سر ما. این باید ما طفل بودیم که همین آوازه بود که این سرک کلان میشه، سرک کلان میشه. ما در انتظار از این بودیم چه وقتی سرک ما میاری میشه به مردم. بخیر سلامت باشین آقای صاحب، قربانتان، بمرتان برکت، بخیر باشین، بخیر باشین. خب ایزای دل هموطنای عزیز، کار ساخت و ساز سرک یا کار ساخت و ساز در ابتدای خود این گونه تخریبات، این گونه یک ویرانکاری داره، اما پس از گذشت زمان، پس از اینکه پروژه عملی میشه، انشالله که کار تخریبکاری که میشه به یک جای تبدیل میشه که همگی به شوق و ذوق می و به دیدارش. اما گونه که در ابتدا سرک کوتل تخریبکاری شده بود، اما مردم و هموطنان ما نگران بودند که چرا تخریب کاری شده و تعداد زیاد خانه های مسکونی در این منطقه تخریب شده. اما فعلا یک سرک شده که همه هموطنان ما و باشنده های شهر کابل از هر گوشه و کنار میرن در سرک کوتل عکس و ویدیوی یادگاری میگیرن. Thank you.